خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. وقایعی که عمیانان گرامی در اطراف میهن ما اتفاق میفته و رفتاری که رژیم جمهوری اسلامی در یکی دو هفته گذشته بین باندهای حکومتی در جریان هست، همه و همه نشان از یک علائم بسیار خطرناکی رو میده. دیروز در بورگاس در بلغارستان، همه شما آگاهی پیدا کردید همیهنان گرامی، که انفجاری در یکی از اتوبوس‌های فرودگاه بورگاس که چهارمین شهر پر جمعیت بلغارستان هست اتفاق افتاد، که در اونجا 6 جهانگرد توریست اسرائیلی و راننده اتوبوس کشته شدن. جریان هم از این قراره که بلافاصله بعد از اینکه الال هواپیمای شرکت هواپیمایی اسرائیل مسافران و توریست های اسرائیلی رو به بلغارستان آورده بود در فرودگاه بورگاس، و مسافرین آمده بودند در این فرودگاه کوچک که پروازهای خیلی زیادی داره، سوار اتوبوس ها بشن و به هتل های مختلف برده بشن، در همون بدو ورود یک مرد انتحاری میاد داخل اتوبوس میشه، شاهدین گفتن، و اتوبوس منفجر میشه. عده زیادی زخمی شدن، چون اتوبوس های دیگه هم بودن، و در همین اتوبوسی که انفجار رخ میده 6 نفر اسرائیلی و راننده کشته میشن، و هنوز احتمال این که به تعداد کشته شده ها متاسفانه اضافه بشه زیاده. بلافاصله تحقیقات از طرف تیم های امنیتی بلغارستان و چند کشور اروپایی و اسرائیلی ها که خودشون رسونده بودن شروع شد، و انگشت اتهام به طرف حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی، که همه این اتفاقات برمیگرده به هفته ها و ماه های قبل که در مالزی، در اندونزی، در چند کشور دیگه کسانی که مستقیم تا به حال اینطوری بود که جمهوری اسلامی اتباعش، یعنی عوامل تروریستش، دخالت مستقیم نمی کردن، ولی در این چند تا کشور خودشون مستقیما دخالت کردند، دستگیر شدن. حتی در تایلند منجر شد به اینکه یکی از این کسانی که جزء تروریست‌ها بود پاهاش از دست داد. حالا داستان مفصله. اسرائیل بلافاصله تهدید کرد که ما در این مورد انتقام سختی از تروریست‌ها خواهیم گرفت، و در رأسش ایران، و یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان. یک گزارش دیگه هم از منطقه حاکی از اینی که در آینده نزدیکی قرار هست ایالات متحده آمریکا یک رزمایش بزرگ در ماه سپتامبر با 20 کشور دیگر در آبهای خلیج فارس انجام بده. همین الان گرام میلیاردها خرج این کشتی های جنگی است، مین جمع کن، نمیدونم ناوهای هواپیمابر، تدارکات، پایگاه‌های نمیدونم سیار و پایگاه‌های اصلی که در بحرین و در امارات متحده و قطر و اینا به وجود اومده خرج شده. اینها رو نباید شوخی گرفت و تصور بکنیم آمریکا و کسانی که به خصوص این شیخک‌های جنوب خلیج فارس این اقدامات رو فقط برای ترساندن انجام میدن. نه، خطر جنگ بیشتر از هر زمانی دیگه میهن ما رو تهدید میکنه، و این خوشخیالی است اگر تصور بکنیم که هیچ اتفاقی نمیفته و همه اینا یه بازیه. این اتفاق خواهد افتاد، و من بار دیگر هم میهنان گرامی، همه اون کسانی که نسبت به اون مملکت تعهد دارن و حکومت آخوندی رو
یک زائده خطرناک برای میهنمون میدونن دعوت میکنن، اون کسانی که اعتقاد به مردم سالاری دارن، اون کسانی که میدونن اگر جنگی در میهن ما صورت بگیره این جنگ منجر به یک سرزمین سوخته خواهد شد. این مسئله مربوط به چپ و میانه رو و نمیدونم مشروط خواه و اینا نیست، این میهن ماست، میهنی که خطر تجزیهش هم تهدیدش میکنه. در هر صورت چند تا عامل همیهنان گرامی سبب میشه که این جمهوری جهل و جنون در این شرایط میهن ما رو به طرف یک جنگ خطرناک ببره، و اون این هست که اینا در تمام برنامه هاشون شکست خوردن. اینی که بار دیگر هاشمی رفسنجانی پا وسط گذاشته و این که عبدالله نوری و نمیدونم آقای خاتمی با وجود به قول خودشون حصر خانگی موسوی و کروبی میان با هم ملاقات میکنن و آقای عبدالله نوری نماینده امام کبیر در سپاه پاسداران، وزیر کشور آقای رفسنجانی و آقای خاتمی، میگه درست مسئله حصر خانگی عزیزان ما کروبی و موسوی خیلی مهمه، ولی مهمتر از اون مسائلی است که الان داره اتفاق میفته، و اینکه بار دیگر علی خامنه ای رئیس روزخانها داره با مهره اصلاحاتیان بازی میکنه و یه امکاناتی دارن برای اینا به وجود میارن که اینا هم دوباره در یک انتخابات پرشور تنور انتخاباتی رو بار دیگر داغ بکنه، و اینکه آقای کروبی که اصولا ساکت نبوده تا به حال با وجود که خب خیلی ایراد بهش وارده، ولی در مراسم بعد از فوت خواهرش رفته و کوچکترین اظهار نظری نکرده، همه اینا نشون میده که در داخل رژیم وحشت افتاده و این وحشت سبب شده که خامنه ای بار دیگر با مهره همین اصلاحچیا که خیلی هاهی در مورد اینا فلسفه میچینن که اینها نمیدونم از اول مخالف سیاست های خامنه ای بودن، در حالی که دوم خروس معلومه دیگه، امام کبیر و اون پیر فرزانه و سیاست های داهیانه و قانونگرایی رهبر کبیر انقلاب هنوز نقل محافل این اصلاحچی هاست، در خارج هم همینطوره. و ناگهان تغییر عجیب و غریبی که در اظهار نظرهای اصلاحچی های خارج از کشور میبینیم، از جمله آقای حسین موسویان و نمیدونم خیلی های دیگه شون که پیشنهاد میدن به غرب برای اینکه مشکلات حل بشه این کارها رو بکنی، ولی رژیم در شرایطی که کوچکترین عقب نشینی بکنه این باعث تشنجات اجتماعی در خود ایران میشه و بی آبروی بیشتر در نزد توده های عرب و مسلمان که یک زمان خیال میکردن اینها ناجیان کشورهای جهان سوم و مسلمان هستن، و حالا بعد از این جنایات بشار اسد و بعد از این اختلافات که میان سنی و شیعه و نمیدونم انواع اقسام این شعبات اسلام پیش آمده، تازه دست آقایون رو شده که اینا انقلابیون خودشون از مؤثرترین عوامل بودن که نشون دادن برای اینا اسلام شیعی مهمه، نه سنی نه شافعی نه هیچ چیز دیگه، اینا بودن که به سنی های مملکت ما که 20-25% جمعیت رو تشکیل میدن حتی اجازه ایجاد مسجد در تهران، در تبریز، در مشهد، در هیچ جا رو ندادن. تازه در مناطق سنی نشین ایران هم بیشتر مساجد شیعی هست تا سنی و فشارهایی که به سنی ها میارن، بنابراین دست رژیم بازه. خب در یه همچین شرایطی شما خودتون رو جا بدید در برابر این مله ها و روزخان ها، تشنجات اجتماعی شروع شده، مردم در وضعیت بسیار خطرناکی به سر میبرن، هزاران کارگر الان گزارش رو براتون میخونه اگه فرصت بشه دارن بیکار میشن، این گزارشان خود رژیمه، ایلنا خبرگزاری کارگران ایران، کارخانجات یکی پس از دیگری دارن ورشکست میشن،
و این باندهای مافیایی خطرناک رژیم فقط برای پر کردن جیبهاشون، نه برای کارگران، دلسوزی برای مملکت، فقط برای جیبهاشون دارن اون مملکت رو غارت میکنن. واردات شکر، برنج، نمیدونم سیگار، دروازه های باز برای سپاه پاسداران، آقازاده ها، آخونده ها، روزخان ها، همشون یکن که ارازل و باش سپاه، همه اینا سهم میخوان. به اضافه این که تروریست های منطقه هم باید اینا پول بدن بهشون، بنابراین پولی نمیمونه. این تشنجات داره خود رژیم رو مثل خوره میخوره. و مهمتر از همه سیاست خارجی به بن‌بست رسیده. یک همسایه ایران رو نشون بدید که روابطش با جمهوری اسلامی عادیه، نه حسنه. نشون بدید که اینا در مورد مسئله هسته‌ای و همین مسئله اختلافشون با آژانس به بن‌بست رسیدن. اینی که هی دارن طولش میدن. نگاه کنید به تحریم‌های خرد کننده‌ای که الان روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه، در مورد فروش نفت، در مورد بیمه‌های نفتکش‌ها، در مورد بانک‌های ایران، فلج کننده شده. و اینا آخوندن، اینا دروغگوان، همیهنانی گرامی دروغ زنن. اینا روز و شب و شب رو روز میخوان قلمداد کنن. مردم دارن در فقر میمیرن، اینا میگن آقا آخ هم نباید بگین. اون مردک احمد خاتمی میگه شما آخ هم نباید بگی، این آخ رو باید به دل غربی ها و استکبار بذاری. روز روشن برادر رئیس قوه قضاییه و اون طویله مجلس آقای جواد لاریجانی 324 هکتار بهترین زمین های اطراف ورامین رو بالا کشیده و میگه من افتخار میکنم که توی خانواده ما سنت کشاورزی وجود داره و من یک قسمت کوچکی از خاک اسلامی رو دارم آباد میکنم. مردک برو در کبیر لوت اونجا آباد کن، برو کنار طبس، یزد، سمنان، برو اون کبیرها رو آباد کن، نه جاهای آباد رو. فساد ببینید چه خبره تو خودشون. اون قبیله مجلس هم که فقط شما برید ببینید در عرض ماهای گذشته ملت دارن کباب میشن، تو این طبیله یک نفر صداش در نمیاد راجب گرانی، همه میندازن گردن اون دلقک احمدی نژاد و میگن سیاست های غلط و مدیریت غلط احمدی نژاد باعث اینا شده. نه، اینها اون لولویی که در رأس رژیم نشسته، اون روزخان بزرگ، اونه که مملکت ما رو به فاجعه کشونده. اینا نمیگن. خب در این شرایط اینا اومدن با اون مغزهای گنجشکی خودشون محاسبه کردن. خب ما برای این کار احتیاج به چی داریم؟ به یه جنگ. جنگی که هم میتونیم در داخل سرکوب کنیم، هم میتونیم در بین توده های عرب و مسلمان جهان بگیم ببینیم ما ملت مظلوم، ما حکومت اسلامی مورد یورش استکبار جهانی، صهیونیستا و نوکرانشون در منطقه مثل قطر رو نمیدونم عربستان اینا میگن دیگه قرار گرفت. کار ما به اونجا رسید که این شیخکای مثل قطر و دبی و امارات متحده عربی و اینا شاخشانه میکشن برای ما. رئیس چلغوز پلیس دبی ما رو تهدید میکنه به این که حمله میکنیم بهتون. بنابراین برای یه همچین شرایطی همیهنانی گرامی یه جنگ لازمه. مردم رو سرکوب کنن، توده های عرب رو و مسلمان رو بیارن در خط جمهوری اسلامی، بگن مورد تجاوز قرار گرفتیم و همه و همه اینها باعث پیروزی جمهوری اسلامی بشه به نظر اینا. چون اینا میدونن نه آمریکا، نه اسرائیل و نه هیچ کشوری در منطقه حاضر نیست نیروی نظامی پیاده کنه تو ایران، مثل عراق، مثل افغانستان. یک سرزمین پهناوری مثل ایران و با اون امکانات نمیتونن اینا این کار بکنن. بعد از اون جنگای عراق و افغانستان که آمریکا تا خرخره توشه و نزدیکی انتخابات آمریکا، بنابراین فقط از راه حواس که میشه ایران رو کوبید. و این مقامات گنجیش مغز جمهوری اسلامی تصورشون اینه که در جنگ آتی خب اینا میخوان چیکار کنن؟
بمباران کنن؟ خب بکنن. این سرزمین پناهور. صدار میزنن؟ خب بزنن. نیروگاه‌های برق رو میزنن؟ خب بزنن. دیگه از این که بدتر نمیشه. الان بهانه ندارن. هی میگن دشمن. ولی اون موقع میگن آقا این دشمنه که زده داغون کرده. فقر، بیچارگیست، فحشاست، کمبوده، خب در اثر بمبارانه، در اثر یورش استکبار جهانی و صهیونیست‌هاست. اینه که رژیم احتیاج به یه جنگ داره. همینان گرامی نگاه کنی تو داخل، این دلغک رئیس دفتر روزخان بزرگ آقای محمدی گلپایگانی، این مرده که 200 کیلویی حرفایی میزنه که فقط از مغز متحجر یه آدمی مثل او و رئیسش و این عرازل اوباش برمیاد. شما دیدید دوتا بچه که دعوت میکنن، دعوا میکنن، یکیشون میگه بابای من میتونه 1,000,000,000 پول داشته باشه، اون یکی میگه 1,000,000,000، اون میتونه 100,000,000,000 داشته باشه. لجبازی های احمقانه کودک، دوتا کودک یا دوتا لات که روبرو هم جوای میستن، شاخشانه میکشن برای هم، نفق میکشن. دیدید اون یکی میگه بیا جلو جیگر تو در میارم، اون یکی میگه تو جیگر من در میارم. حالا هر دوشون هم میترسن. آقای محمدی گلپایگانی گفته ما در روز، گوش کنید هم یعنی، بین 19 تا 20 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم، استخراج میکنیم. آخه تو رو به خدا اینا رقم میشناسن؟ عربستان سعودی با این همه ادعاش 9,870,000 بشکه در روز نفت صادر میکنیم. این آقای محمدی گلپایگانی یکی از جانیهای شکنجهگرهای معروف و حاکم شرع و مقام معظم روزخانه بزرگ، خوب آدمی رو انتخاب کرده برای این سمت، هم کلاش، هم دروغگو و هم جانی. این درست میخوره تو اون هیبتی که ایشون احتیاج داره. بذارین گزارش رو بخونم براتون. آدم خندش میگیره. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت ایران، این گزارش رادیو فرداست، و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران بین 3 تا 4 میلیون بشکه در روز است که از اینم 2 میلیون بشکه در داخل یا 1.5 میلیون بشکه در داخل مصرف میشه. رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای میگوید که ایران روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه نفت تولید میکنه. محمدی گلپایگانی که به رشت سفر کرده روز چهارشنبه در گردهمایی طلاب و روحانیون و استان گیلان گفته است تا سال 1367 میزان نفت استخراجی از شعاع نفتی کشور روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه بود و در حال حاضر روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه در کشور نفت استخراج می شود. بر اساس گزارش های خبرگزاری ایسنا و همچنین خبرگزاری دانشجویان، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای، البته همین استعمال دانشجویانه، حجم از تولید را نشانه پیشرفت ایران دانسته و گفته است که پس از گذشت 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، جهش علمی، اقتصادی و و و در ایران به نقطه قابل توجهی دست پیدا کرده که مورد حسد جهانیان است. چی باید بگم؟ یه نوکر کاسلیسه مثل این مردک که میگه آقا عروسی دخترش بود، پول نداشت، اومد از من قرض کرد. میخواین این آدم راستگو باشه؟ در حالی که دلغک احمدی نژاد همین چند روز قبل گفت فقط ما 10% بودجمون وابسته به نفته. 10%، بقیه رو ما صادرات دیگری داریم. کدوم صادرات؟ کدوم صادرات؟ امروز رئیس طویله مجلس علی لاریجانی گفته که درست تحریم ها تأثیر داشته، ولی عدم مدیریت صحیح در مملکت باعث شده که این تشنجات در قیمت ها و گرانی و اینا پیش بیاد. بعد ریختن سر این مرغ فروش ها، گوشت فروش ها، اینا که نمیدونم کاسبا، کتک زدن و دستگیر کردن و نمیدونم اینا که گران شده، اینا رو چرا گران کرد؟ چرا گران کرد؟ باور میکنید اینا بازی های خودشونه؟ مردم هم میدونه.
ببینید چقدر اینا بازی در آوردن. یه موقع سکه میره بالا، یه موقع دلار میره بالا، نمیدونم یورو میاد پایین، طلا میره بالا، دوباره میاد پایین. این بالا پایین شدن ها هزاران این آقازاده ها و مله ها و روزخان ها و سپاهیان اراذل اوباش پاسدار رو میلیارد و میلیاردتر میکنه و این مردم مظلوم میهن ما رو روز به روز کمرشون رو در برابر این فشارها خردتر و خردتر. به کی باید مردم شکایت کنن همیهنان گرامی؟ به این کلاشا و دروغگوها؟ خب یکی نیست از این مردک بپرسه 19 تا 20 میلیون بشکه رو شما که تو خونتون نمیبرین که، خب اینو بفروشی. پس چیه که میگن شما فقط روزی 1 میلیون بشکه نفت میتونی صادر کنی؟ چون بیمه های کشتی ها رو کسی نمی کنه. شما قادر نیستید نفتتون رو به کشورهای مختلف بفروشید. چین و نمیدونم دو سه تا کشورم در برابر کالاهای بنجل دارن به شما پاک. همین هند بود گفت ما فقط روپیه میدیم، ما پول نداریم دلار بدیم. حالا اینا حق بازی میکنن، میان میرن طلا میخرن، دلار مثلا نفت میدن طلا میخرن. خب حالا این طلا رو کجا باید بفروشی؟ بعدم به چه دردتون میخوره؟ بعد تکذیب میکنن میگن نه. بعدم همینانی گرام این گرفتاری های داخلی خود اینا شوخی نگیرید اینا رو. درسته که الان خطر رو حس کردن، عبدالله نوری و محمد خاتمی رفسنجانی افتادن وسط، دوباره قرار اینا شروع کنن و تنور انتخابات آینده رو داغ کنن. ولی ببینید افشاگری ها تو خودشون داره چیکار میکنه. رفسنجانی رو گذاشتن کنار، موسوی و کروبی رو گذاشتن کنار، آقای خاتمی دو دوزه بازی کرد رفت انتخابات شرکت، حالا عبدالله نوری رو کشتن وسط. خب آقای نادران، آقای مطهری، آقای توکلی دوباره تو خود اونا اختلاف افتاد، اونا لو دادن هم دیگر رو. این پیچ هرزه. تا خدا خدا هست، چون اصولی در اونجا برقرار نیست، اینا با هم اختلاف پیدا خواهند کرد. ببینید از ابتدای انقلاب تا با چند بار این رژیم تصفیه کرده، حتی تصفیه های خونین، ولی باز بوده. منتظری بزرگترین قدرت این رژیم بود، گشتنش کنار، آبروش هم بردن، کتک زدن، دوره وریاش گرفتن، اعدام کردن، بعد رفتن سراغ دیگران. از ابتدا ببینید شما اینا چند تا رئیس جمهور و نخست وزیر و اینا داشتن، همه رو حذف کردن. آخرش این دلغک احمدی نژاد حتی اینم زیر بار نرفت، برای اینکه در مملکت که یه روزخان اون بالا میشینه میشه قدیس و همه مملکت رو فضولی میکنه در کارش، خب معلومه اینطوری خواهد شد. بعد اون مصلحی احمق میاد میگه که اینا استکبار داره چیز میکنه، یه کاری میکنه که زودتر از مردم، به خیال میکنه مردم عقبن از نظر فکری، میگه بذار یه کاری بکنیم دیگه کسی به مقام معظم رهبری بیشتر از این توهین نکنه. میگه هر چی تو مملکت اتفاق میفته میخوام بزنم گردن مقام معظم رهبری و قدیس بودن ایشون رو زیر سوال ببرم، قداست ایشون رو از بین ببرم. کدوم قداست؟ شما دلقکو از ایشون قدیس ساختید. نگاه کنید به همشهریتون، هم مرامتون، همشهریتون که نه، هم عهدتون، هم پیمانتون بشار اسد به چه روزی افتاده؟ دیروز در اون انفجار نزدیکترین کساشو کشتن و امروز مناطقی از دمشق رو گفتن خالی کنید برای اینکه میخوام تصفیه کنیم تروریست ها رو. آقای اسد میگه تروریست ها رو از بین ببرید. درست هم هست، اون برم تروریستن، این برم هستن. این حکومت تروریست پرور بوده با جنایتاش، با استبدادی که حاکم کرد 40 خورده‌ای سال خودش و پدرش، و پول مردم ایران که داره الان خرج این میلیتاریسم سوریه رو ترمیم میکنه از پول بودجه مملکت ما، و گره زدن سرنوشت خودشونو به حافظ اسد. شما هم چیز دیدید در دنیا که یک کشوری بیاد بگه علاوه بر این که شما باید تحریم ها رو بردارید، علاوه باید که این کارا رو بکنید، اینا در مورد سوریه باید این عقب نشینی ها رو بکنید، در مورد نمیدونم حزب الله لبنان، به شما چه ارتباطی داره؟ منافع ملی ما نیست. این وسط ببینید روسیه و چین
چه جوری بازی میکنن. روسیه دیده توی جریان خلیج فارس آمریکا بیشترین اسلحه رو داره صادر میکنه، میلیاردها. حالا اومده بند کرده به حقوق بشر در عربستان سعودی، که عربستان سعودی شیعیان این کشور رو مورد ظلم قرار داده و حقوق بشر رو در عربستان نفی کرد. ضمن این که من همیشه گفتم حکومت جنایتکارتر از این عربستان در منطقه نیست، بعد از جمهوری اسلامی البته. خب حالا باز بعضی وقتا جمهوری اسلامی رو حداقل ظاهر حفظ میکنه، اونا که اصلا هیچی. اما اینا اگه غربی ها کشورهایی که شرایط دموکراتیک دارن این ایرادو بگیرن، که حتی در مورد خودشون هم میگیرن، خب این تعجب آور نیست. ولی روسیه پوتین و مدودوف خیلی جالبه که راجب حقوق بشر در عربستان غرغر میکنن. کسانی که انتخابات قلابی درست میکنن، چچن رو به خاک و خون میکشن و میلیون ها انسان تو چچن نابود کردن زندگیشون رو. برید تو گروسنی پایتخت چچن ببینید چه جنایت این روسا کردن. حالا اینا دلشون برای مردم شیعه عربستان سوخته؟ نه، اینا دیدن تو این بازار داغ اسلحه تو منطقه که عامل اصلیش هم جمهوری اسلامیه، لولوی جمهوری اسلامی، سرشون بی کلاس. حالا این عربستانی که باید سر کیسه رو شل کنه، یه مقداری هم باج بده به روسیه و این کشورهای دیگه، چون خطر تو سوریه زیاد داره میشه، روسیه یه پایگاه دیگه میخواد. پس بنابراین این با بازی حقوق بشر در عربستان روسیه میتونه یه مقدار سهم فروش اسلحه رو بگیره. اینا سمیانان گرامی، ما توی منطقه قرار گرفتیم که نه میگن نه در غربت دلم شاده نه روی در وطن دارم، این ور که اینجوریه، اون ورم که تو داخل میهنمونه. اینم همسایه هامون، اینم بازی های جهانی. بازنده ماهاییم، ماهاییم همیهنانی گرامی، اگه فکر اون مملکت رو نکنیم. مردم ببینید، من ده ها گزارش دارم، ده ها ایمیل هست، اینجا تلفن میکنن. ببینید مردم در داخل نمیدونم چی بگم، داغ شدن. مردم دیگه رسیده به گلوشون، هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. کبودمن خانوم ستوده، ده ها زندانی بیگناه، خطر مرگ داره تهدیدشون میکنه. زندان ها مملو از دگراندیشانه و اونا به جنایتشون ادامه میدن. بعد این دروغگویی ها، ما روزی 20 میلیون نفت صادر میکنیم. ما نمیدونم، برای همینه که جهان از ما میترسه، چون ما مدیریت جهانی رو میخوایم انجام. اینه دیگه دروغ‌های گوبلزی که ما در جهان نقش درجه یک داریم، نقش درجه یک داریم. و این بازی ها سر هر انتخابات که میشه، این آقایون اصلاحچی ها میفتن وسط برای داغ کردن تنور انتخاباتی. همینطور مردم رو دوباره مثل خودشون عقب افتاده فرض کردن. یه گزارش خیلی جالبی دیشب برای من یه نفر فرستاده، آگاهیتون برسونم، که تو روزنامه‌های رژیم گویا بوده، من نمیدونم. میگن یه چوبداری که میخواسته 300 تا گاو بفروشه، اعلام کرده من این گاوا رو زیر قیمت میفروشم. بعد چند تا شماره تلفنم داده، من نمیدونم این مال کیه، ولی برای من فرستادن. میدونید که الان اگه شما مثلا 10,000 تومان زیر قیمت بدین، مردم هجوم میارن دیگه. الان نگاه کنید سر مرغ شده 8,000 تومان، یکی اگه بده 7,000 تومان صف اونجا میشه 2 کیلومتر 3 کیلومتر. بعد این طرف گفته من زیر قیمت این گاوامو میفروشم، 300 تا گاو دارم. بعدم چند تا شماره تلفن داده، مردم هم هجوم آوردن، تلفن کردن، معلوم شده مجلس شورای اسلامی این تلفناش. این مردم ما زدن به طنز. اینجا تو این تلویزیون ما برنامه های متعددی هست، برنامه های سیاسی. خب ولی پربیننده ترین برنامه ما الان برنامه حسینیه، امشو. چرا؟ مردم تشنه طنزن، طنز گزنده. در داخل این طنز به شدت رواج داره، جوک سازی.
راجب آدم ها. و این ملت باهوش، یادتونه یه موقعی آقای منتظری اون پینوکینو بود، نمیدونم چی بود اسمشو، درست میگم یا نه؟ هی جوک میساختن راجب آقای منتظری. همچی که منتظری در برابر رژیم ایستاد، جوکا قطع شد. هیچی، انگار که این مردم اصلا جوکی به این اسم نمیشناسن. یا گربه نره، یادتونه میگفتن گربه نره، پینوکینو، از این حرفا. قطع شد جوکا در مورد منتظری، قطع شد. این هوش مردم ما رو نشون میده، این نشون میده مردم برای آدم ها جوک نمیسازن، برای روششون جوک میسازن. حالا احمدی نژاد ببینید چه خبر جوک راجبش، خود رهبر، رئیس روزخانه جوک، طویله مجلس جوک، سرداران اسلام جوک. این ملت نمیمیره هرگز، باور کنید. بعد یه چیز جالب، یکی از این انجمنهای حجتیه رو سپاه اعلام کرده که ما ریختیم یکی از این جلسات انجمنهای حجتیه رو از بین بردیم. داستانش میدونین چی بوده؟ انجمن حجتیه یه شعبش، مثلا رادیکالاش، گفتن آقا بیایم یه کاری بکنیم که اگر جلسات باهایی ها تشکیل میشه رسوخ کنیم و اونا رو تحت تأثیر اسلام قرار بدیم. چند نفر از این اراذل اوباش حزب اللهی رو مأمور کردن که اینا برن توی انجمنهای حجتیه، توی انجمنهای باهایی ها. آقا اینا رفتن توی این انجمنها، به جایی که اونا رو تحت تأثیر قرار بدن خودشون تحت تأثیر قرار گرفتن. و بعد اینا دیدن بازی رو دارن میبازن این آدم ها. آخه شما همین رو نگم، این طبیعیه. شما تا حالا دیدید که یه نفر از این ور، یعنی حالا فرض کنید همین رفیق خود بنده حسن زارزاده اردشیر، یا نمیدونم بچه های دیگه تو جریانات دانشگاه بودن، اینا بیان بگن آقا ما با کمال علاقه و میل، نه با کتک و تباب سازی ها، نه، بگن آقا ما به این نتیجه رسیدیم که آقای خامنه‌ای بسیار رهبر خوبیه و ما میخوایم دوباره مثل اونا دیگه تابع آقای خامنه‌ای بشیم. هم چیز شنیدی؟ نشنیدی. اما از اون بعد محسن مخملوافو ببینید، داماد اون آقای چی بود، رئیس مجلس خبرگان، با جناق آقای رئیس شهری بود دیگه، ایشون اومد کارگردان حزب اللهی شد با ریش و پشم و اوورکوت و اینا. بعد از یه مدتی 4-5 تا کتاب خون، رفت این ور اون ور تو این فیلمسازا، بعد دید آقا فضای دیگه است، انسانیه این ور. بعد گفت آقا من رفتم مطالعه کردم فهمیدم همه رو اشتباه کردم. اومده حالا پاپیو میزنه، دختراش و همسرش هم مثل آدمای معمولی، مثل آدمای تو جشنواره‌های بین‌المللی شرکت می‌کنه. همین مردک سلشور رو نمیدونم، این شریفینی ها و این اراذل اوباش که طرفدار اینا هستن، اون مسعود دهنمکی، اینا رو یه ماه، دو ماه، سه ماه بیارین خارج از کشور، ارتباطشون با داخل با این حزب اللهی ها و پولایی که بهشون میدن و اینا رو قطع کنی، ببینی اینا آدم میشن، باور کنید آدم میشن، انسان میشن، نه مثل حالا وحشی و مجیزگو و دروغگو. گفتگو میکنم همیهنان گرامی با حسن زارزاده اردشیر. امروز متاسفانه ایشونو تصویرشون نداریم، ولی با تلفن باشون صحبت میکنم. آقای اردشیر درود بر شما. درود بر شما آقای فلکی عزیز و درود بر هموطنان گرامی. آقای اردشیر صحبتهای منو شنیدی؟ بله، یه بخشی از صحبتات رو شنیدم، به خصوص در مورد این گرانی. اتفاقا صحبت به جاییه و منم علاقه من بودم نکته رو اضافه بکنم، برای اینکه واقعا این دیگه داره بیداد میکنه این گرانی. من زمانی که در ایران بودم 7-8 سال پیش خب همین واقعا نگران این گرانی ها و تورم بودم و همیشه ناراحت بودم از اینکه چرا واقعا کشور ما در چنین فضاییه و روز به روز هم تورم و فقر داره گسترش پیدا میکنه. وقتی که من این فضای گرانی را با اون موقع دارم مقایسه میکنم، به هیچ عنوان نمیتونم هضم بکنم و تحلیل کنم مردم ما چگونه دارن زندگی میکنن با این همه مشکلات و گرفتاری ها. شما توجه داشته باشید که من بحث
7 8 سال پیشو دارم میکنم. الان خب قضا به مراتب بدتر شده. از طرف دیگه در داخل جمهوری اسلامی مرتب دارن تبلیغات میکنن که بگن نمیدونم غرب ما رو آمریکا تحریم کرده، دنیا ما رو تحریم کرده و این گرانی ها نتیجه تحریم هست. خب اگه غرب و دنیا شما رو تحریم کرده، یک شما چیکار کردی که شما رو تحریم میکنن؟ اصلا چرا شما رو تحریم میکنن بقیه رو تحریم نمیکنن؟ بعد و بزرگ نمایی میکنن که این دشمن تراشی و دشمن درست کردن و نمیدونم این داستان ها رو هی بکنن تو خورده ملت و در واقع سیاست های ناکارآمد و نادرست و خودشون رو توجیه بکنن و همچنین پول هایی که کلانی که میکشن بالا در این ورومت سرمایه گذاری میکنن و بخش زیادش هم میریزن توی حلقوم این تروریست ها و بنیادگره های اسلامی در منطقه و یکیش هم الان سوریه است. تمام زورش رو میزنن که سوریه نیفته. خب و در حالی که این خود رژیمی که باعث میشه این گرانی ها به وجود میاد. حالا مرخ که یه نمونه است، مسائل دیگر هم ما داریم. خود همین دولت داره کلاهبرداری میکنه. در خود همین مسئله با تمام گرانی هایی که خودش باعث شده ایجاد بشه دوباره اومده میگه ما نمیدونم با عرض دولتی میاریم تو بازار و با نرخ دولتی مرغ میفروشیم. مرغی که آورده با نرخ دولت میفروشه هم توش کلاهبرداری میکنه. برای اینکه به تولید کننده، به دامدار، به اینا که زحمت میکشن میبره ارز و به نرخ آزاد میده، در واقع اون خوراک مرغ و دانه مرغ با ارز آزاد بهشون میده به دروغ، در حالی که همونطور که مدعی هست که با ارز دولتی بده دیگه، خب مرغ هم میاد توی بازار با ارز آزاد. یعنی خودشون هم دارن کلاهبرداری میکنن و به هیچ عنوان به این سیستم نمیشه اعتماد کرد. هر چه دست میذاری از نظر اقتصادی فاسد و به هم ریخته است و شدیداً فقط در حال فربه کردن خودشون و مافیای خودشون و باندای خودشون هستن و به هیچ عنوان نمیشه به حرف اینها اعتماد کرد. آقای اردشیر در اختیار تروریست ها. من میخواستم مسئله دیگری که خیلی مهمه بهش اشاره کنم، ملاقات آقای عبدالله نوری و آقای محمد خاتمی و صحبت‌هایی که کردن راجع به انتخابات، راجع به اینکه یه چند تا انتقاد آبکی هم که دیگه این تو مردم انقدر این انتقادات از اینا رفته جلوتر که اینا هنوز اون انتقاد پایینی ها رو گرفتن که بله اگر شما حصر خانگی رو از بین ببرین، تازه اونم گفتن مسئله مهم اصلی نیست، اگر نمیدونم در سیاست‌ها یه خود تعدیل ایجاد بشه، اگر نمیدونم اینطوری بشه، اگر اونطوری بشه، مردم نسبت به انقلاب بیشتر حساسیت نشون میدن، بیشتر به اصطلاح تنور انتخابات رو داغ نگه میدارن، همین کارهایی که خودشون میکنن و شروع کردن این وسط باز بندبازی کردن و مثل اینکه اصلا فراموش کردن که از اون رفیقای خودشون آقای کروبی، آقای موسوی هم توی حصر خانگی به قول اینا، آقای محمد رضای خاتمی هم پشت سر اینا شروع کرده مطلب رو تایید کردن که بله در این شرایط برای این که استکبار جهانی و صهیونیست‌ها این کارا رو نکنن فلان، ما باید یه انعطافی نشون بدیم. از نظرتون می‌خواستم راجع به این بازی جدید اسلام رژیم ترسیده شدیدن. بله اینا احساس وحشت کردن. تحولات خاورمیانه بین جمهوری اسلامی نیست. شما می‌بینید ارتش آزاد سوریه حالا اینا دارن اختلاف هست یا نیست، الان تا بغل گوشه بشار اسد رفته، بشاری که تا دیروز وایستاده بود ادعا میکرد که خدا نخواهد اومد، امروز مخفی شده. الان رفتن وزیر دفاع بشار اسد رو کشتن، فامیل نزدیکش رو کشتن، خب بغل گوش خودش. و الان رژیم اسد کاملا با تمام وجودش احساس کرده که رفتنی هست. الان دنیا دیگه شوخی نداره با رژیم اسد. اگر چین و روسیه و اینها نبودن تا الان به نظر من رفته بود. همین امروز خطنامه رو، خطنامه سازمان ملل و شورای امنیت رو اینا نمیخوان بره جلو. الان چین و روسیه وتو کردن. بله. در واقع بله وتو کردن. اگر اینها هم همکاری میکردن با جامعه بین المللی، نه تنها اسد، تا حالا جمهوری اسلامی هم رفته بود. الان جمهوری اسلامی فهمیده که رفتن بشار اسد در قدم بعدی با رفتن خود اینها برابر است. بنابراین اینا تمام تلاششون رو میکنن. الان اصلاح طلبای دروغین و دوم خردادی هم اومدن توی صحنه
و تمام تلاش من تجربه کردم اصلاح طلبا رو. من زمانی که اصلاح طلبا تقریبا قدرت بودن، من دانشجو بودم، فعالیت سیاسی می‌کردم، فعالیت دانشجویی می‌کردم، روزنامه‌نگار بودم، در روزنامه‌ها می‌نوشتم، با خیلی از اینا رفت و آمد داشتم، از نزدیک می‌شناختم جنسشون آقای فرجی. و اصلاح طلب دوم خردادی روده سالم در شکم نداره، بذارید با این زبان به شما بگم. الان اینها همه فهمیدن الان به شدت در خاورمیانه تحولات بر ضرر ایناست، پولهای کلانی که در اختیار بنیادگراها و تروریست‌ها گذاشتن از بین رفته و نتیجه نمیده، و آمدن توی صحنه یه سری دیگر آوردن توی صحنه که معادلات سیاسی ایران عوض بکنن. تا دیروز اینا شکل دیگه کار میکردن، امروز مجبور شدن برن یک سری خفتگان سیاسی دیدار بکنن و ایان توی صحنه معادلات سیاسی رو عوض بکنن که چهره جمهوری اسلامی یه مقداری متحول بشه. و آقای خاتمی فکر میکنه که هنوز زمان جای خرداد 76 شه، متوجه نیست که آقا بیشتری تیر شد، جنبش سبز شد، شماها رو مردم دیگه نمیخوان، شما مشروعیت خودت رو از دست دادی، شما اون فرد صادق نیستی که بیاید دوباره سر مردم کلا بذاری، کسی حرف شما رو باور نخواهد کرد. این دیگه نه نیاز به سند داره، نه نیاز به تحلیل داره، نه نیاز به گفتن داره. آقای محمد رضا خاتمی هم یک قدم میخواست خودش رو از برادرش بهتر نشون بده، اون هم در واقع داره چهره خودش رو مخدوش میکنه که البته کرده قبلا هم. یعنی از نظر سیاسی منظورمه اینها رفتارشون وجاهتی نداره و مردم ما هم با تلاشاشون، با اعتراضاتشون، با کارهایی که دارن میکنن نشون دادن که به اصلاح طلب اعتماد ندارن. خود خاتمی هم باید بفهمه که بابا شما در دور دوم رای نیاوردی، در دورهای بعدی شوراهات هم حتی از نظر انتخاباتی دچار بحران مشروعیت شد، شوراهایی که میگفتی بنیان دموکراسیه، و از طرف دیگه در انتخابات مجلس اصلاح طلبا رای نیاوردن. دیگه شما تا چه حدی میخواهید که در واقع به این مردم دروغ بگید و بهشون خیانت بکنید؟ یه تو صف مردم از نیروتون استفاده بکنید در برابر در واقع این سیستم ظالم فاسد که متاسفانه خودشون هم بخشی از اون شدن، بودن البته و الان هم هستن، و در واقع کمک بکنید به تحولات. بعضی هم میان میگن آقای فرجی در ایران تحولات ساختار شکنانه فایده ای نداره، یعنی خود رژیم دوست داره که حرکت رادیکال باشه، تحولات ساختار شکنانه باشه که بتونه سرکوب کنه، در حالی که اصلا روند فعالیت های اعتراضی به جوان ها و دانشجوها واقعا در ذهنشون قرار گرفتن همواره مثبت بوده و مجبور کرده جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی کردن. ما واقعا در چندین دوره که فعالیت های قابل توجهی داشت مجبور کردیم جمهوری اسلامی با تمام وجود احساس کنه که داره میره، مگه خامنه گریه نکرد توی 18 تیر؟ آقای اردشیر ببخشید، من یه موضوع دیگه، شما به عنوان یه دانشجوی سابق زندانی در جمهوری اسلامی، این شرایط فعلی که در زندان الان کبودبند و خانم نسرین ستوده وضعیت وخیم دارن، تعداد بیشماری از زندانیهای ما الان بیگناه در دست اینا هستن و متاسفانه در خارج از کشور فعالیت کمه، من نمیگم که انجام نمیشه، کمه با این امکانات که ما داریم. شما الان چه اطلاعاتی دارید در داخل زندان ها؟ چه خبره اونجا؟ بله متاسفانه همینجوری آقای فرجی. من اضافه کنم خانم نرگس محمدی هم وضعیت خوبی نداره، ایشون هم الان دچار مشکل است. آقای کبودوان الان مدت ها سال قدس ما حریروز خبرش رو زدیم، با اینکه خیلی ها گفته بودن که اتصابه که بشکن، ولی اتصابه بقیه خشک رو در واقع پایان داد، ولی اتصابه تر یعنی فقط آب می نوشه و این اتصاب همچنان ادامه داره، هر لحظه ممکنه خطری ایشون رو تهدید بکنه که الان هم واقعا میگن که انگار به زور صحبت میکنه. این وضعیت زندان های ماست. همین دیروز من خبر گرفتم از زندان رجشهر که از جنگ داوودی الان یک ماه روبوده شده و هیچ کسی رو نگفته بود. بعدش من الان دارم اینجا میگم، حالا خبرش هم هنوز ننوشتیم، که ایشون از زندان رجشهر روبودن یک ماهی که معلوم نیست کجاست. بعد و به همبندیاش گفته بود اگر من رفتم و تا 20 روز از من خبری نشد، من هر جا بودم دست به اتصال قضا میذارم. یعنی اساسا الان ایشون بایستی که حداقل یه هفته باشه که در اتصال قضا باشه، اونم معلوم نیست کجاست. ما نتونستیم حتی خبر بگیریم که ارجنگ داوودی اوین بردن، اطلاعات سپاه بردن، اطلاعات وزارت بردن، هیچ کدوم اینا مشخص نیست. در زندان رجشهر که البته
خب دیگه وضعیتش مشخصه، قبلا هم صحبت کردیم. متاسفانه همچنان فشارا روی زندانیان سیاسی هست. زندان اوین هم همینطور. ولی چنین شرایطی، یعنی اینها تمام تلاششون رو میکنه جلوی در واقع حتی یک تلفن عادی زندانی که حقش با خانواده صحبت بکنن بگیرن، از یک تلفن هم میترسن. تا این حد رژیم کنترل رو در همه جا حاکم کرده. یعنی یکی از دلایل این گرانی به خاطر سرکوبه. پولی که ریخته میشه برای سرکوب، پولی که در اختیار ماموران گذاشته میشه، پولی که در اختیار تجهیزات جاسوسی و کنترلی گذاشته میشه، باعث میشه که یک چنین وضعیتی به وجود بیاد. نه تحریم های غربی، کشوری که اینقدر غنی هست، این در واقع نباید که این بحث رو مطرح بکنه که اینقدر تولیدات داره. این خود کشور، این خود دولت هست که این مشکلات رو در واقع به وجود میاره. من اقتصاددان و کارشناس نیستم، ولی کارشناس این حرف رو در واقع دارن میزنن که ما هم در واقع داریم تکرار میکنیم. بنابراین در زندان ها کنترل و فشار، آقای حراجی نسبت به اون زمانی که من زندان بودم حداقل باید بگم که ده ها برابر شده. زندانیان سیاسی واقعا در شرایط خیلی بدی زندگی میکنن. خانم شبنم مددزاده که یکی از واقعا دانشجویان بسیار مبارزیه، الان بردن این زندان اوین، قبلا توی زجرشهر کرج تبعید شده بود، بعد بردنش زندان قرچک ورامین تو شهر ده اون بود. و این بیچاره خیلی اذیت شد در زندان ها. نامه نوشته با در بخترین شرایط توی اوین اینو داده بیرون، افشاگری کرده در مورد وضعیت بسیار کثیف و اسفناک بند زنان توی زندان قرچک ورامین که برمیدارن زندانیان سیاسی زن رو، و حالا خیلی سیاسی فرق نمی کنه، زندانی زندانیه. در یک چنین معذرت میخوام کثافت خونه نگهداری میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا میخوان اینا رو تمویل بکنن. مگه سازمان زندان ها اسمش اقدامات تأمینی تربیتی نیست؟ این تربیت یعنی شکنجه است و بیمار کردن زندانیانه. حتی زندانیان غیر سیاسی فرق نمیکنه. یعنی یک چنین وضعیتی در زندان هم متاسفانه در واقع حاکم شده. آقای فرج بسیار سپاسگزارم. آقای اردشیر گرامی، تا هفته دیگه که باز با هم صحبت کنم، سپاس. خب همیهنان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران. در ضمن به آگاهیتون برسونم که برنامه بعدی امشو از همکار من محمد حسینی. توجه کنید.